خوش اومدید به جذاب ترین بازی تورنمنت دور دوم مسابقات کاندیداتوری شطرنج هیکارو ناکامورا در مقابل ویدید گوجراتی توی این بازی رکورد ها هم شکسته شده اگر بگم چه رکوردی شکسته شده بازی اسپویل میشه پس تا انتهای این ویدیو با من باشید بهتون میگم آخر ویدیو که چه چیزی چه رکوردی یعنی در واقع شکسته شده این بازی بسیار جذابه بریم با هم ببینیم چه سورپرایزایی اتفاق افتاده توی این بازی قبل از که بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید و کانال دوممون که کانال کانال استریممون هست رو سابسکرایب کنید لینکش رو این بالا میذارم هر شب ویژه برنامه. ی... کاندیداتوری شطرنج ساعت ده شب به صورت لایو بازی ها رو بررسی میکنیم بدون حرف اضافه بریم سراغ این بازی که هیکارو رو با مهره سفید بازی رو با حرکت ای چار آغاز کرده گسترش سوارها و گشایش روی لوپز رو روی صفحه داریم دفاع مستحکم برلین که توی همین کاندیداتوری تا همین راند دوم زیاد دیدیم بازی شده و سیاه میزنه برای مساوی حرکت دیس بازی شده گسترش فیل سیاه آماده است که اسب رو تو خونه دی چهار بذاره فشار رو به این فیل بیشتر کنه یا اینکه بتونه in Aspro. منحرف کنه توی بازی به همین دلیل حرکت سی سه بازی شده خونه رو از اسب گرفته قلعه از طرف دو بازی کن و حرکت دی شیش بازی شده حرکت اچ سه جلوگیری میکنه از اومدن سوارهای سیاه به خونه جی چهار و اسب جابجا میشه تا شاید روتیت خودش رو از خونه جی شیش کامل بکنه و پیاده رو بتونه به خونه سی انتقال بده دی چهار حمله به مرکز و توی این لحظه ویدید گوجراتی حرکت سی رو بازی کرده و به فیل نشسته و هیکار و ناکامورا اینجا سورپرایز میشه در اصل و فیل خودش رو برمیگردونه در صورتی که در واقع به ویدیت اعتماد میکنه چطور ممکنه توی حرکت هشت بازی ویدیت گجراتی اشتباه مرتکب بشه و هیکارو به دانش ویدیت در واقع اینجا اعتماد میکنه و فیل خودش رو برمیگردونه در حالی که زدن و تعویز فیل ها به نفع سفید می بود چون میتونست این پیاده رو بگیره این پیاده ضعیف زی... توی بازی حالا اسب زیر ضربه اسب باید جابجا جا بشه پیاده رو حمایت کنه حالا پیاده سفید هم ضعیفه با حرکتی مثل وزیر دیسه این بازی میتونه ادامه پیدا کنه رخ هم میتونه بیاد و این پیاده ای که خیلی رونده شده توی بازی رو دفاع بکنه مثلا وزیر بیشیش رخ یک و رخ بعدی داره میاد اما به خوبی پیاده داره توی بازی دفاع میشه لاینیه که سفید میتونه بهتر باشه داخلش اما هیکارو اینجا فیل رو برگردونده و ویدیت هم فیل خودش رو جابجا جا میکنه و میبینید در انتهای تعویض این لاین هم سفید دوباره یه پیاده میگیره اما در انتهای لاین حرکت فیل در اچ رو ویدیت گجراتی محاسبه کرده پیاده خودش رو پس خواهد گرفت و شاید بگی چرا باید فیل در اچ بزنه حرکت عجیبیه نیست هیکارو بهتر بوده که فیل رو بزنه خیلی منطقی به نظر میرسه اما نظر توی بازی اما اگر میزد طرح سیاه چی بود بیاین اینو با هم بررسی کنیم سیاه میخواد وزیر خودش رو بذاره خونه بی هشت. از این قطر توی بازی استفاده کنه اسب زیر ضرب اسب اگه بخواد جابجا جا بشه وزیر میاد تو و از این آچمزی پیاده داره توی بازی استفاده میکنه و سیاه ناگهان بهتر میشه شاه جابجا به جا بشه کیش اسب میتونه کیش رو بلا کنه حالا وزیر هم داره خونه جی 4 رو کنترل میکنه و اسب بعدی نمیاد و سفید در واقع مات نمیشه اما برتری خیلی زیادی رو توی بازی سیاه میگیره با حرکتی مثل رخ به خونه دی 8 فشار زیاد یاد به فیل و فیل قابل دفاع نیست فقط با یک زور داره دفاع میشه بهترین انتخاب تعویز وزیرها برای سفید رخ در دیسه میزنه و بعد از تعویض هایی که اتفاق میفته بازی به این شکل میتونه ادامه پیدا بکنه که سیاه توی بازی بهتره یه ذره توی گسترش سوارهای خودش توی این لاین مشکل داره ببینید رخ فعال فیل فعال و سیاه توی این لاین بهتره اما چیکار باید بکنه اسب نمیتونه برگرده اما فیله میتونه به خونه F4 بیا توجه کنید که سیاه یک فیل کامل رو توی بازی قربانی کرده حالا فیل میتونه برگرده و این از این قطر استفاده کنه اسب دیگه قابل دفاع نیست حسبن قابل دفاع نیست اما حرکت فیلجیسه برای سفید وجود داره که میتونه بازی کنه هدف از حرکت فیلجیسه اینه که اف 4 رو بازی کنه خونه اف 4 رو برای پیاده خودش خالی کنه اسب رو پس بده سوار رو اف 4 بازیشه فیل برگرده وزیر بیاد به خونه اف 3 و به این شکل این بازی ادامه پیدا بکنه سفید دو فیل داره توی بازی گسترش گسترش خودش رو تونسته کامل بکنه و دو تا پیاده کاشته توی مرکز ستون اف رو هم کنترل خوبی روش داره و به این شکل میتونه این بازی ادامه دار بشه اما هیکارو ناکامورا نزده و اسب خودش رو گذاشته خونه سی چهار نشسته به این فیل توی بازی فیل برگشته با تمپ حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده و فیل از زیر ضرب بلند شده تا از این قطر در آینده بازی استفاده بکنه حرکت ای 5 از طرف هیکارو بازی شده حمله به اسب اسب جابجا بشه قرار پیاده اچ 7 از بین بره همین اتفاق افتاده فیل در اچ 7 بازی شده شاه جابجا شده و هیکارو ناکامورا فیل رو به خونه دی 3 برمیگردونه که حرکت حرکت اشتباهیه هیکارو که این لاین رو رفته باید یه چیز دیگر رو محاسبه میکرده یک لاین کاملا انجینی کاملا عجیب غریب و خیلی دشوار اگه بخوام بهتون بگم کارو بعد وزیر ای چهار رو محاسبه میکرده می نشسته به فیل لاین یک انجینه شاید بگید حرکت F5 رو آمپاسان داره اما آنپاسان نداره در واقع F5 حرکت بسیار قدرتمندی ارتباط وزیر و فیل رو قطع میکنه و فیل هم به خوبی توی بازی برای سیاه دفاع شده و اگر که اینجاش خیلی مهمه آنپاسان اتفاق بیفته اسبه میاد میشینه به وزیر و فیل توی بازی و وزیر جا, به جا بشه این مهره از دست خواهد رفت وزیر نزدیک این فیله هم که نمیتونه بمونه چون این خونه ها هم توسط مهره سیا داره به خوبی حتی این خونه ها کنترل میشه اما بعد از حرکت F5 سفید باید یک لاین رو محاسبه میکرده فیل در F5 در واقع به نظر میاد قربانی فیل فیل که میتونه پس بگیره حالا وزیر تو خونه اچار میتونه کیش بده شاه جا به جا بشه فیله میاد جی پنج فشار زیاد به اسب توی بازی اگر رخ بخواد دفاع بکنه حالا اسب هم داره به این حمله اضافه میشه نشسته به رخ توی بازی فیل بخواد بزنه با پیاده میزنه از این آچمزیه به خوبی میتونه حالا سفید استفاده کنه و بهتر وزش اما میتونه اتفاق دیگه بیفته اسب در پیاده میتونه بازی بشه و بعد از فیل در در واقع اسب حالا فرق نمیکنه با هر مهره پس بگیره اگه بخواد با وزیر پس بگیره وزیرها رو هم تعویض میکنه اگه با رخ پس بگیره حالا فیله زیر ضربه و باز هم این آخر بازی یک آخر بازی مساوی وزیرها هم توی بازی تعویز میشن اسب میاد میشه تو دی چار و مشکلی نخواهد داشت سفید در ادامه بازی اسب تو خونه ایشیش هم داره آماده میشه که بپره دیگه حالا برگردیم اگه تو اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن بیا کانال دوم شبا استریم داریم انقدر میگم تا بیای یا من ول نمی هر روز میگم و بیای اونور هر شب لایویم عشق منی دوست دارم خیلی خوب فیل برگشته هدف سیاه چی؟ حرکت بی پنج رو بازی کرده مدافع پیاده داره از بین میره اما هدف چیه؟ هدف اینه که اسبر رو بلند کنه وزیر داره میاد تو خونه دیشیش به همراه فیل میخواد از این قطره توی بازی استفاده بکنه اسب در ای پنج بازی شده و اینجا بهتر بوده که اسبر در فیل بزنه اما هیکارو ناکامو رو فقط چار ثانیه اینجا چار ثانیه فکر میکنه و فیل خودش رو به خونه ای دو میذاره بهتر بود که اینجا اسبر رو میزد بعد از مثلا وزیر در دیسه وزیر در دیسه اسب در, در دیسه این بازی به طور مساوی رو به جلو میرفت اما فیل به خونه ای2 اومده و یک حرکت بسیار زیبا داره سیاه که سفید ندیده حرکت f 5 حرکت f 5 بسیار قدرتمنده داره فیل رو دفاع میکنه اما تنها هدف این نیست خونه ای8 آماده است که از این قطره وزیر به بازی اضافه بشه و به همراه این فیل بیاد برای مات یکی از طرحهای دیگه سیاه اینه توی بازی و اینجا حرکت F4 رو هیکار و رو بازی کرده نشسته به اسب که باز همین این حرکت خوب نیست باز هم تعویز از اسب در G4 بهترین انتخاب سفید بوده حرکت F4 حرکت درخشان بازی رو رقم زده فیل به خونه B6 آچمز کردن اسب شاه از اس خیر اسب خودش توی بازی گذشته اما اگر سفید بخواد اسب رو بزنه اسب داره میاد D5 فشار رو داره بیشتر میکنه وزیر داره میاد G5 فشاری که داره بیشتر میشه مثلا فیل در G4 اگه بازی بشه اسب در e فیل در ایسه و بعد از حرکت فیل در ایسه که شاه جابجا میشه حرکت وزیر ات چهار فوق العاده قدرتمنده ولی نه الان چون فیل برمیگرده فیل رو میزنید توی حرکت بعدی داره مات رقم میخوره و سفید مجبور رخ در اف هشت بزنه که وزیر منحرف بشه نیاد برای مات و ولی خب باز هم سیاه بسیار بهتره توی بازی کیش خونه F1 داره میاد خیلی قدرتمنده مثلا هر حرکت وزیر ای 2 بازی بشه دفاع بکنه به فیل حمله بکنه باز هم حرکت قدرتمند زیادی داره توی بازی مثل حرکت وزیر F4 چیکار داره میکنه این حرکت وزیر F4 فیل رو دفاع میکنه مات در یک داره رقم میزنه چون شاه نمیتونه فرار بکنه اسبم نمیتونه گسترش پیدا بکنه پیاده خودش هم دفاع کرده شش تا کار داره میکنه خونه F5 هم خالی کرده برای رخ داره دوبل و سوبل میکنه بیاش سراغش دیگه کل توضیحاتش همینه حواسش نباشه تو حرکت بعدی که مات این از این حرکت مثل چی بازی بشه جیسه اینجا اگه بازیشه آره نه بذار یه چیز دیگر رو بررسی کنیم بذار اینا رو ولش کن وزیر ای رو بازی نکنه اسب آسر رو بازی کنه میبینی توی گسترش یه ذره مشکل داره سفید اینجا باز هم حالا مثلا حرکتی مثل وزیر F7 قابل بازیه با تر حرکت وزیر H5 کیش و مات یکی از طرح اینه یکی از طرح اینه که رخ رو دوبل بکنه اینجا دیگه جی چیزی باید بازی بشه انگار که خونه جی برای شاه خالی بشه ولی وزیر اچ 5 کیش همچنان حرکت قدرتمندیه توی این وضعیت البته حرکت‌های قدرتمند دیگه ای داره مثل حرکت رخ دی 8 حرکت رخ دی داره میاد اصلا خونه دی دو داره جلو وزیر رو میگیره الان مثلا این کیشه وزیر میتونه بلاک کنه ولی خب سیاه بسیار فعاله با اینکه متریال مساویه این آخر بازی رو قطع به یقین خواهد بود اما بریم به این لحظه که اسب زده نشده همه اینا رو بهتون گفتم که زدن اسب خیلی خوب نمیتونه باشه شاه اما به خونه افته اومده این از اون بدتره باشه هیکارو خیلی خوب نتونسته فکر کنه توی این بازی همچنان شاه آچمزه اما چرا شاه اومده به این سمت صفحه تا بتونه فیل و اسب خودش رو یک مقدار دیگه حمایت بکنه توی بازی حالا اسب دی 5 بازی شده کیش رخ شاه جابجا جا شده و حالا اسب رو زده هیکارو توی بازی و ویدید گجراتی به زیبایی به این بازی ادامه داده با زدن اسب خونه G5 برای وزیر توی بازی خالی شده حالا وزیر هم نشسته به این مهره توی بازی و مشکلات زیادی داره با وزیر دیسه اینا هم نمیتونه دفاع کنه راستش رو بخوای دفاع نداره بیاد یه بار دیگه از اسب دفاع بکنه چون این چنگاله رو میخوره فیل با دو زور زیر ضرب وزیر بخواد جا بشه فیل میره اسب هم که قراره بره دیر یا زود بس هیچی برای همین شاه رفته خونه یک میگه آقا اسب رو ولش کن ولش کن بذم ما بریم فیل در اسب بازی شده مهره خودش رو پس گرفته ویدیت و در واقع هیکار و ناکامورایی که اصلا نتونسته وقت نکرده مهرهای خودش رو گسترش بده و فعالیت سوارهای سیاه رو ببینید توی بازی قطع به یقین باید این بازی رو ببره سیاه اما زدن با اسب یک مقدار قوی تر بود بعد از فیل در ایسه وزیر در ایسه خب میبینید باز هم این آچمزی وجود داره فیل خیلی دوست داشت رو بزنه اما نمیتونه مثلا شاهه باید دره باید فرار کنه شاه دی یکی چیزی باید بازی کنه فرار کنه یا وزیر دی دو اینا هیچ چی فایده نداره چون حرکت بعدی روخه داره میاد دی هشت و داره وزیر F دو یه جورایی مات میکنه خب فیلم که آچمز نمیتونه تکون بخوره این از این مثلا وزیرا رو هم بخواد تعویض بکنه وزیر F دو کی شاه بره رخ میاد و وزیر میبره باز هم توی بازی فیلم می... همه چی میبره اینجوری بهت بگم اینم از این اما توی بازی با فیل زده شده با اسب زده نشده این هم حرکت خوبیه فیل در جی چهار وزیر در جی چهار فیل در ایسه بازی شده اسب در ایسه نشسته به وزیر و پیاده خونه جی دو توی بازی و سفید خیلی مشکل داره شایی که در مرکز سوارهایی که نتونستن به این بازی اضافه شن پیشنهاد تعویز وزیر از طرف هیکار و بازی شد اما ویدیت گجراتی توی حمله است وزیر تعویض نمیکنه که کیش شاه کجا میخواد بره شاه باید در رفته حرکتی مثل وزیر اف 2 هم کار نمیده وزیر در ای 5 میاد اسب حالا برخواست داره برخواست داره خطرناکی میتونه باشه توی بازی شاه دی دو داره در میره کیش اومده شاه رفته به خونه سی یک و از یک آج برخواست دیگه هم حالا داره سیاه توی بازی استفاده میکنه بی نظیر بازی کرد ویدیت توی این بازی بازی جذابی نیست اگه هست برام بنویسید به نظر من بهترین بازی این تورنمنت بوده خیلی جذابه و مشکلات عدیده زیادی داره میبینید از این برخواست داره استفاده میکنه و توجه کنید نمیتونه سوار گسترش بده سفید مشکل داره اگر بخواد اسب خودش رو گسترش بده حالا اسب سی چهار وجود داره با, با حمله به اسب وزیری که اسب رو به شاه آچمز کرده و روخی که داره به اسب حمله میکنه با سه زور شاید بگید سیاه سفید هم میتونه رخ رو بیاره با سه زور دفاع بکنه اما یه مشکل اساسی داره سفید اون هم اینکه توی گسترش عقبه و رخش رو نتونسته به بازی اضافه کنه چرا رخ در اسب پس بگیره سیاه میتونه حمله خودش رو تقویت کنه و مهره بعدی رو به حمله اضافه کنه اما سفید نمیتونه مدافع بعدی رو اضافه کنه رخی که آچمزه و داره توی حرکت بعدی میکوبه توی رخ برخواست داره دوباره وزیر زیر زر میره و اینجا اصلا مات در شیش حرکت در خوش بینانه ترین حالتش به همین دلیل هیکارو باز هم حرکتی مثل بیسه بازی کرده تا این خونه رو برش را خالی کنه بعد از حرکت قدرتمند اسب به خونه F1 کیش کیشی که به وزیر داده میشه که کارو ناکامورا تسلیم شده و این بازی ادامه نداده شاه بخواد فرار بکنه حرکت اسب جیسه باز هم چنگال دیگه یا داره رقم میزنه سوارهای به نخور سفید رو در صفحه شاهد هستیم و رخهای بسیار فعال تفاوتی که داره عقب میفته سفید وزیر فعال و شاهی که دستن داره فلج میشه توی این بازی اینجوری بهتون بگم امیدوارم از این بازی لذت برده باشید اما رکوردی که شکسته شده چیه همون که اول لایو اول لایف میگم قد لایو شدیم هر شب میدونستید ما 40 روز هر شب لایویم میدونستی یا نمیدونستی برو اونور ساب کن اونور برنامه خفنی دوست دارم اما رکورد چی بوده رکورد و ناکامورا رو ویدید گجراتی میشکونه پس از 47 بازی بدون شکست ویدیت گوجراتی هیکار و ناکامورا رو میبره اتفاق عجیب سو... یه سال بود فکر کنم نباخته بود هیکار رو توی یک بازی کلاسیک وحشتناک آمار 47 بازی بدون شکست که این رکورد شکسته میشه توسط ویدیت گوجراتی امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید اگر دوستش داشتید لایکش کنید من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون